درود بر شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های تصویر پارسه، امیدوارم حالتون خوب باشه و ساعت خوشی رو در کنار خانواده بگذرونید و با برنامه دیگر با تصویر پارسه باشید. امروز در رابطه با یک مسئله صحبت می‌کنیم که سالهای سال هست که هموطنان عزیز رو با اون سرشون رو مشغول داشتند، در رابطه با مسائل دینی است که مردم رو در خواب خرگوشی فرو بردند. یک آخوندی هست که در اصل صحبتهاش متفاوت هست با آخوندهای حقباز ایرانی، گرچه همه آخوندها، همه ملاها مثل هم هستند. به قول معروف آخوند خوب آخوند مرده است، یعنی وقتی که تو دنیا نباشه و مرده باشه میتواند آخوند خوبی باشه. ولی به هر حال از بین همین صحبتهایی که میشه اختلافهای نظری با هم دارند، میتوان دریافت که همشون حقباز و دروغگو هستند. در اینجا آخوندی به نام حیدری صحبت میکنه و از مسئله اعتقاد به امام زمان و غیبت کبرا و صغرا و این صحبتهایی که معمولا آخوندها می نمایند و مردم ساده اندیش و مردم ساده ایرانی، روستایی ایرانی و حتی غیر روستایی و تحصیل کردش اعتقاد دارند که شخصی به نام امام زمان میاد و همه رو نجات میده و عده‌ای هم صحبت میکنند که ما اون رو به خواب دیدیم، اون رو در نمیدونم جمکران دیدیم، فلانجا دیدیم و حتی یه چاهی درست کردن به نام جمکران که همه میدونید و میگن اون داخل چاه رفته و مردم ساده دل هم پول میندازند و پولهاش هم آخوندها میخورند. حالا همین آخوند حیدری یا به قول معروف آیت الله حیدری صحبت میکنه و خودش میگه که این حرفا همه دروغه، برای اینکه پول بگیرن از مردم، برای اینکه مردم رو سرکیسه کنند. البته به این شکلی که من میگم نمیگه، او به شکل خودشون صحبت میکنه، به شکل آخوندی میگه که اینها دروغ بوده و این حرکات و این رفتار و این صحبت ها فقط برای پول درآوردن و جیب خالی کردن مردم هست. سال هاست که آدم های روشن فکر واقعی، نه روشنفکرانی که خمینی رو در ماه دیدند و مثل مردم بی سواد گفتند بله اینم آمش هست، اونم ریشش هست و مردم رو گول زدند که در سال 57 این همه آدم رو خوشخیال رو به خیابونها ریختند و وضعیت رو که الان میبینید دستپخت آدم های سال 57 هست. متاسفانه اون دوره فضای مجازی نبود، ارتباطات به این شکل نبود. اگر بود که 1% هم خمینی موفق نمیشد امیال کثیفش رو در ایران پیاده کنه. من صحبت‌های این آخوند حیدری رو براتون میذارم که در مورد امام زمان و که میگن میآید و فلان میکند و صحبت‌ها که همیشه دربارش میشه و مردم هم گریه میکنن، جیغ میزنن کنار منبرها و حرفای آخوندها رو گوش میکنن. حالا این خودش از جنس اونهاست، یعنی یک آخونده، و ببینید چی میگه. یعنی وقتی این میگه که امام زمان به شکلی که جمهوری اسلامی میگه نیست و درست نیست، پس واقعیت داره و حرفایی که سالهای سال گفته میشه درباره این دروغها و این خیانت هایی که داره به کشور ایران و مردم ایران میشه ثابت میشه. گوش کنید. الان کسی اگه غیبت و صغرا رو زیر سوال ببره چیکارش میکنن؟ آقا داوود الان نمیگم آقا رجم با سنگ میکنه، خب رجم علمیش که میکنن دیگه. خب با اینکه یک مسئله چی آقا؟ یک مسئله نظریست، میشه روش بحث کرد که آقا ما اعتقاد داریم به غیبت صغرا یا غیبت کبرا. از همون روز، همون تاریخ 260 هجری چی شده؟ شروع شد. آقا یعنی اینا دروغ میگفتن؟ آقا دروغ مصلحتی میگفتن، چه اشکالی داره؟ برای دین، حفظ دین مردم چیکار کردن؟
مجبور شدن بگن ما ارتباط داریم جی. احتمالش هست ولو یک میلیاردوم هست یا نیست؟ اصلا اشتباه کردن، ادعا میکردن اشتباه کرده بودن، ها اجتهاد کردن. میگه معصوم بودن نواب اربعه، نواب اربعه معصومن. میگه بابا اگر این راه را باز کن دیگه چیزی نمیمونه. این حرف دیگه مال جاهلانه است، این حرف واقعا ما علمی نیست. حالا اونم نگم علمی نیست، یعنی چی چیزی نمیمونه؟ یعنی اگه غیبت رو آخر میدونید چرا بردن غیبت صغرا زیر سوال خیلی ها رو میترسونه؟ چون خیلی از این مسئله نیابت عامه و فقها و فلان در این بیاناتیه که نامهایی که از کی صادر شده؟ من الناحیه المقدسه فی الغیبت الصغرا. خب اگر این زیر سوال بره همه این نام ها چی؟ ها؟ یعنی دیگه و اما الحوادث الواقع فرجعوا فيها الى روات حديثنا. دیگه مدرکی داره یا نداره؟ ها ماله اون اخباریونی که میخواستن تحلیل خمس رو بکنن، چون این روایت و اما الخمس و هو حل لشیعتنا الى کیچی الى اینکه ما ظاهر بشیم. خب اونا قائلن به تحلیل خمس در زمان غیبت، اخباریون همین قائلن دیگه، درسته؟ خب اگر این نامه رو ازشون بگیرید دیگه دلیل میمونه یا نمیمونه؟ چون روایات تحلیل مهمش این روایتیه که از کجا صادر شده؟ از امام زمان. روایت دیگه هم هست ها، اینطور نیست که نباشه، لکه این هم هست. شنیدید که چگونه این شخص آخوند حیدری، کمال حیدری، اسم کاملش هست آیت الله کمال حیدری، این صحبت ها رو اون کرده و در سایت و جاهای مختلفی هم که داشت من سر زدم دیدم صحبت های زیادی کرده و خیلی متفاوت هست صحبت هاش با آخوندهایی که در وطن هستند، چون این شخص اصالتاً عراقی است، اصالتاً عرب هست و در زمان صدام برادراش رو صدام کشته، اعدام کرده و بعد این فرار کرده اومده ایران و از اون موقع هم در قم هست و این صحبت‌ها رو میکنه. حالا من نمیدونم این صحبت‌هایی که این میکنه چرا باش برخورد نمیکنن. یک شخصی که یک چیزی رو در مورد مسائل دینی میگه سریع اعدام کردن، کشتن که این کافر هست، این فلان هست، این اله هست و بله هست، ولی این شخص که آخوند هست این حرف‌ها رو زده، سایت هم داره، ویدیوهاش هم هست، ولی کاری بهش ندارند، تقریبا میگن نظرش این هست. به هر حال اینها رو باید بشناسیم، این ترفندهایی که آخوندها به کار میبرند رو بدانیم که دروغ است و راهی پیدا کنیم برای نجات وطن، برای نجات مردم ایران، برای جوانانی که بچه هایی که آینده شون دیگر دست این آخوندها نیفته. با سپاس از همراهی شما.